بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله. سلام و درود بر شما خوبان. انشاءالله که زندگی سرشار از ایمان و محبتی داشته باشید و در پناه خداوند همیشه خوشبخت و با سعادت باشید. حکایت یکی دیگر از جوان مردهای جان برکف رو با هم مرور میکنیم. یکی از کدخداهای مدینه یثرب اون زمان، سیدی از سیدا و رؤسای بنی سلمه، عمرو بن جموح، شاید این اسم برای خیلی ها ناآشنا باشه. تنها برای این اسم اینقدر مایه افتخار هست که بگم که این فردیست که قسم خورد که با پای لنگش بره تو بهش قدم بزنه. عمرو ابن جموح 60 سال داشت که مصعب ابن عمر پیک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد یثرب منطقه ایشون شد. در کوتاه مدت اهل یثرب، اهل مدینه منوره امروزی که انسانهای با فرهنگ و انسانهای با درایت و عاقلی بودند، اینها وقتی که پیک رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد ازش استقبال کردند و در کوتاه مدت بیشتر اهل مدینه از عرب ها البته مسلمون شده بودند. حرف مصعب و دعوتگر مکه‌ای بر سر زبان ها بود. عمرو ابن جموح که سرداری بود و در اون زمان سردارا و آدم های گردن کلفت و اینها در کنار بت‌های عمومی که می رفتن عبادتشون می کردن، اینها هر یکی واسه خودشون یه بت خاص هم داشت. عمرو هم یه بت خوشگل خاصی درست کرده بود از یک چوب بسیار گران قیمت و نفیس و اسمش هم گذاشته بود منات، و هر چند وقتی هر روز می اومد این بوته رو با عطر و گلاب و عودکلون این رو شستشو می داد و پیشش می نشست و عبادتش می کرد و هیچ کاری رو بدون اجازه منات هم نمی کرد. و جالب اینجا بود که وقتی اینا می خواستند از بوتشون مشوره بگیرن کاری رو بکنند، می اومدن پشت این بوته یه پیرزنی رو می زاشتن و از بوته چیزی میخواستند، حرفی که بود، مشوره‌ای که میبود، بعد اون چیزی که پیرزنه میگفت، میگفتند که بله این بوته به صلاح به پیرزنه تلقین میکنه و اون حرف به صلاح بوته رو میزنه. خلاصه ماجرا این که عمرو ابن جموح با این منادش خیلی خوب گرفته بود و خبر مصعب هم که بر همه زبان‌ها بود و عمرو خیلی میترسید که نکنه بچه‌هاش گمراه بشن، مثل خیلی ها که به قول اهل شرک گمراه شده بودن، و خودش اصلا خبر نداشت که تو خونه چی میگذره. بچه‌هاش معاذ و معوذ و خلاد مسلمون شده بودن، دوستی هم سن و سال هم داشتن، معاذ ابن جبل، با هم خوب گرفته بودن. معاذ که از همون روزای اول مسلمون شده بود، دوستاش رو جمع کرده بود، با اونا حکایت اسلام رو تعریف کرده بود، این سه تا جوون هم مسلمون شده بودن. اینا هم اومده بودن خونه، با مادرشون نشسته بودن و مادرشون هند خانم رو هم دعوت داده بودن. هند هم همسر عمرو مسلمون بود و عمرو از ماجرا هیچ اطلاعی نداره. یه روز عمرو از ترس این که مبادا بچه‌هاش گمراه بشن به خانومش گفت که خانم ببین مواظب بچه‌ها باش که نرن با این مکه‌ای بپرند و با اینا بشینن که نکنه اینا گمراه بشن. هند هم که دلش برای همسرش خیلی میسوخت و اون رو خیلی دوست داشت، میت و ترس و بیم داشت که مبادا این پیرمرد 60 ساله بمیره،
بر شرک و خدایی نکرده بره به جهنم. آرزو داشت که شوهرش هم مسلمون بشه، اما چطوری قضیه رو باش باز کنند. این وقتی که عمر این حرف رو زد، فرصت رو مناسب دید، گفت که راست میگی، من مواظب هستم، اما چطوره که همین مواظب صدا بزنیم ببینیم این مکه‌ای که اومده چی میگه. عمر عصبانی شد، گفت نکنه که مواظب گمراه شده باشه. خانمش گفت نه، اما خب بچه از رو اومده این ور اون ور، حتما حرفی شنیده، ببینیم که چی داره میگه این طرف. عمر هم معاذو صداش کرد، گفت معاذ از این مکه‌ای خبر داری که چی میگه؟ گفت همه خبر دارن، حرفش نقل مجالس مردمه، من هم چیزایی شنیدم. گفت چی میگه مثلا؟ چی میگه؟ قرآن میخونه. قرآن مثلا چی میگه؟ معاذ هم نشست مؤدب و مرتب و شروع کرد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. عمر همینجور زل زده بود تو دهن معاذ، خدای من این چه اوصاف زیبایی است برای خالق. هیچ شاعری، هیچ گوینده‌ای، هیچ خطیبی نمیتونه که این طور سخن بگه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مو روی دهن، روی جسم عمر وایساد. فقط و فقط ما از خداوند باید استعانت بکنیم و از اون طلب بخوایم، یعنی از منات و از شرک و از قبر و از هیچ کسی چیزی نباید طلب کنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط و فقط تو رو پرستش میکنیم و فقط و فقط و فقط از تو کمک و استعانت میجوییم. عجب، این حکایت عجیبه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عمر مدهوش شده بود. این سخن انسانی نمیتونه باشه. عجیب. ناخودآگاه گفت که عجب کلام زیبایی است. معاذ که دید پدر متأثر شده، فوراً گفت بابا همه رئیس رؤساها و کد خداها و آدمای مشهور و معروف و نامدار شهر رفتن با این مصعب بیعت کردن و مسلمون شدن، شما چرا موندی؟ نکنه از دیگر رو کم بیاری بابا؟ عمرو بن جعمون فکری کرد، نه، من کاری بدون اجازه منات نمی کنم. من میرم از منات اجازه میگیرم، اگر ایشون مشوره دادن اون وقت من هم مسلمون میشم. معاذ دیده خدای من، پدر هنوز خوابه، بابا این منات رو که خودت با دست خودت تراشیدی، این که حرف نمیزنه، خوب چی از این مشوره میگیری؟ گفت نه پسر، مواظب حرف زدنت باش، دوباره حق نداری با منات اینجوری ته حرف بزنی، من باید مشوره بکنم. و رفت عطر و گلابی آورد، منات رو شستشو داد، جلوش نشست، گفت منات جان ببین خدای من، این مکه‌ای که اومده دشمنیش با توه، حرفش اینه که ما تو رو عبادت نکنیم، از تو هم استعانت و کمک و یاری نجوییم. حالا خودت ببین
اجازه میدی من برم با اون همراه بشم مسلمون بشم؟ و همینجور میخ ایستاده بود تا منات جوابش بده. هیچ جوابی نیومد. فکر کرد با خودش، گفت منات حتما عصبانی شده از این حرف. گفت ببخشید خدایو، از من در بگذر، من شاید شما رو عصبانی کردم، حالا چند روزی میذارمت تا خشمت پایین بیاد، باز میام خدمتت و ازت مشوره میگیرم. معاذ وقتی دید که پدر کلم پرته، گفت خدایا چی کار کنم؟ باید دست بابا رو گرفت. بابا داره که اصلا کجا داره میره؟ رفت با معوض و خلاد مشوره کرد، دوستشون معاذ ابن جبل رو هم خواستند و بهشون گفتند که معاذ جون ما چی کار کنیم، بابا اینطوریه. و این عزیزان با هم مشوره کردن، یه نقشه یه دبشی کشیدن. حالا یه میان برنامه ببینیم این نقشه رو با هم با دوستان ببینیم که چه نقشه‌ای کشیده بودن. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. با عرض سلام مجدد، با هم قصه عمرو بن جموح رو داشتیم، پیرمرد 60 ساله لنگی که شیفته بوتیش بود، همسرش و سه تا از فرزنداش مسلمون شدن و خودش مونده بود و خانواده در فکر این بود که چطور پدر رو قانعش کنن که مسلمون بشه. وقتی هم که اسلام رو معاذ پسرشون بهش پیشنهاد کرد، دید که نه، پدر کلن پرته و باید از چوبهی که به صلاح اون رو منات و خدای خودش میدونست و با خودش دست خودش تراشیده بود، اون از اون مشوره بگیره. و مشوره هم گرفت، اما از چوبه خبری نیومد بیرون. فکر کرد که بله، خداش منات عصبانی است. این بود که به صلاح گذاشت چند روزی استراحت کنه. هر روز صبح منات رو با عطر و گلاب میشست، شبها میشستش، عبادتش میکرد، میخوابید، صبح هم عبادتش میکرد، میرفت سر کار. جوونا با هم نشستن یه نقشه دبشی کشیدن. یه روز صبح عمرو بن جموح بلند شد میره پیش بوتش، بوته نیست، غیبش زده. ای خدا چی شد؟ عصبانی، همه خونه رو سیر رو کرد، خبری از بوته نیست. رفت بیرون این ور اون ور ببینم کی ده برای سر خدای من آورده، پدرشو در میارم و سر و صدا و عصبانیت و تهدید. تا اینکه یه جایی زباله های و اشغالدونی بود، اشغاله کثیف، مردم میریختن اونجا، دیدن که بله، خدایشون تشریف بردن اونجا، افتادن. منات بین اشغالا برداشت منات رو تمیزش کرد و شستش و عطر و گلاب زد و بوسیدش و معذرت خواهی کرد و گفت که خدای من نمیدونم کی این بلا رو به سرت در آورده، اما اگر بدونم یه پدری ازش در بیارم، یه کاری بلایی سرش در بیارم فلان عصبانی. و ایشون رو آورد سر جای خودش و باز شروع کرد به عبادت رو بعد از معذرت خواهی ها و توبه و تقصیر کردن ها در مقابلش. شب بعد حکایت تکرار شد.
باز مناد غیبش زد و باز همون جنجال و باز امرف پیداش کرد کجا؟ پیداش کرد تو همون آشغالدونی. ای خدای من این چه حکایتی است آورد و ای خدای من مناد به من ارومن عصبانی نشو بلایی سر من نیار، با خدا من خبر ندارم این کی ماجرایی است، کی این کارو با تو کرده، این بلا رو کی سر تو آورده، اگه بدونم چی کارش کنم و چی کارش نکنم. این ماجرا چند روز ادامه پیدا کرد و امر حیران آخرش خسته شد، شمشیر و تیز آورد روی دوش مناد گذاشت، گفت مناد جون خدا از خوهر که اومد گردنش رو بزن، دیگه الان خودت از خودت دفاع کن، من دیگه نمیتونم، چه کار کنم، هر روز همین ماجرا تکرار میشه، من نه چه کار کنم آخه، دست من کاری ساخته نیست. بعد روز بعد بچه ها وقتی این حالت رو دیدن اومدن شمشیر رو گذاشتن کنار، مناد رو برداشتن رفتن، از بخت غذا تو رایی که میرفتن یه سگ مرده رو پیدا کردن، یه تنابی برداشتن مناد رو با این سگ مرده بستن در داخل کاشغال داری. روز بعد امر بلند شد دید که شمشیر افتاده یه کنار و مناد غیبش زده، گفت عجب خداییه بابا شمشیر رو گذاشتم کنارت که از خودت دفاع کنی، نتونستی یک نفر کسی که اومده تو رو برداشته گردنشو بزنی، الان دنبالش کرد رفتم و آشغال داری دیگه. رفت اونجا دید که مناد تو بغل یک سگ مرده افتاده تو آشغال داری، نگاش کردم این تو گفت خاک به سر همچین خدا بشه که توی بدبخت گذاشتم شمشیر از خودت دفاع کنی، وقت اومدی تو بغل سگ مرده، با خدا که تو خدا نیستی، اگه تو خدا می بودی حداقل از خودت دفاع می کردی. و یه توفی روش انداخت و برگشت گفت ماز بریم پیش مصعب همین مکه‌ای. گفت چی شد بابا؟ گفت و الان فهمیدم و این چوبه لعنه تو هیچ کاره ای بود که من گول خورده بودم. رفت اشهد و لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، عمر ابن جموح 60 ساله رو خداوند منان به همت این جوونهای زرنگ و باهوش مشرف به اسلام کرد. جوونای عزیز، آقا پسرا، دختر خانوما، شمایی که تو خونه یه سال خورده ای دارید که هنوز خرافاتیه، زندگی طولانی رو ایشون سپری کرده بودن در یک مزخرفات و در یک باورهای دروغین، آخونده ها بهش خندیدند و مسخرش کردند، گفته بودند بهش که به سلام قبرها شفا میدن، امامزاده ها همه کارند و فلان و از این حرفا. خب 60 سال آزگار ممری رو این سپری کرده با این اندیشه کفرالود، مسیحی هست فکر میکنه خدا ستا هستن، نمیدونم آتش رو پرستش میکنه، بدعتی هست، خزعبلات پرست هست، اینا نقش شما جوونا در این میان چی است؟ آیا میذارید بزرگ سالاتون که شما رو بزرگ کردن، این همه زحمت در حق شما کشیدن، همه زندگیشون رو فدای این جامعه و شما و خانواده کردن، میذارید اینها با همین خزعبلات و با همین جاهلیتشون برن و روز قیامت خداوند اینها رو محاسبه کنه، یا دستشون رو میگیرید، هدایتشون میدید با زرنگی؟ این چارت جوون معاذ و معوض و خلاد و معاذ ابن جبل، اینو جوون بودن مثل شما، عقلشون رو به کار گرفت، میدونستن هر قلبی یک کلیدی داره، از کجا وارد بشن؟ با نصیحت عمر ابن جمو حرف نمیگه، با نمیدونم خب اون خودش رو سیدی میدونه دیگه، حرف تو نوجوان کیه باشه که اون بگیره؟ اما چی؟ هر چیزی راه رسم میداره. دیدیم که چطور این جوونا تونستن این پیرمرد رو قانعش کنند که مسلمون بشه و در نهایت هم جواب داد. چرا ما دست بزرگترهامون رو با عقل و حکمت و درایت، با زدن بر تار عاطفه و احساسات اونا به حرکت در نیاریم
و اونها رو به طرف هدایت، به طرف ایمان رهنمونشون نکنیم. تو خانواده‌ای که همچنین کسی هست، اگه ما بیاییم باش بشینیم فقط سوره الحمد رو براش بخونیم و شرحش بدیم، در فضای سوره الحمد ایاک نعبد و ایاک نستعین سرش بدیم، از خیلی از خزعبلات و شرکیات و نمیدونم قبر پرستی و امامزاده پرستی نجاتش میدیم. اما همت میخواد. بدین صورت امر مسلمون شد و شد یکی از دعوتگران به سوی توحید و یکی از مجاهدان نامدار. عمرو بن جموح این پیرمرد لنگ 60 ساله در غزوه احد دید که بچه‌ها آماده میشن. خب قبلش غزوه بدر بود، آمادگی نبود و همینطور اتفاق افتاد که هیچ خبر نبود چی به چی هست. در غزوه احد آمادگی برای جهاد، بچه‌هاش معاذ معوذ، شمشیرشو تیز کن، شمشیر بخر، نمیدونم لباس جنگی، زبره، سپر. کسی تصور نمی‌کرد که دیگه حالا به فکر پیرمردم باشه. تو دیدن بچه‌ها که پیرمرده رفته، عمرو بن جموح رفته، یه شمشیر بسیار خوبی واسه خودش خریده، یه سپری و لباس آماده کنه فلان و اینا و اسب و... بابا چی کار داری میکنی؟ هیچی، میخوام برم جهاد. بابا شوخی میکنی؟ جهاد رفتن شوخی داره مگه؟ میرم جهاد، میرم شهید بشم، میرم بهش. پیرمرد حالا جوونا موندن، پیرمردو چیکارش کنن؟ اومدن بابا جون بیا کنار ما بشین، بیا بیا. بابا جون شما اولا که پات لنگه، معذور هستی. اگر جوون میبودی ها معذور بودی، نمیرفتی جهاد، لازم نبود بری، خودت لنگی آخه، خود مشکل داری. حالا خودت با این عمر میخوای چیکار کنی آخه؟ میای اونجا مزاحم جهاد میشی، مزاحم میشی، دست بردار، این کارو نکن، خونه بشین، خونه به عنوان به تو نیاز داره، اینجا بچه ها هستند، نوهات، بدر بزرگ بدر کنارش باشه، شما در خونه باشید، خدا نه از شما اینو خواسته، نه این که عصبانی. شما جوونا که تو دیروز من چیزی نمی کردم، شما اومدید الان میخواید برید قرط و قرط بهشت و من بمونم اینجا با زنا بمونم؟ مگه من چیمه؟ چیمه از شما کمتره؟ داد و فریاد و اینو جوونا دلاشو بگیر، مادر بیا، همه خواهش تمنا نخیر. تا اینکه دید وقت این جوونا نکنه که اینو نذارن منش کنن، عصبانی رفت پیش رسول خدا گریان، یا رسول الله منو باش، بچه بزرگ کردم که به فکر من باشه و فلان و علان و اینا، ببین که بچه های من چه آدم های از آب در اومدن، نمیخوان بذارن من برم بهشت. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تعجب کردیم، پیرمرد گریان عصبانی، آرومش کرد، عمرو جان بیا بشین، بیا بشین، خبر چیه، حکایت چیه؟ هیچی یا رسول الله، این بچه های من نمیذارن من برم بهشت. بابا بچه های تو اومدن سبب اسلام تو شدن که بری بهشت، چطور نمیذارن بری بهشت؟ اینا منو نمیذارن برم جهاد. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دیدن که با این پیرمرد نمیشه از باب منطق حرف زد که آقا مریض هستی، پا نداری، پیرمرد هستی، فلان. از بچه هاشه گفت که بذارید، بذارید پیرمرد آرزویی که داره براش برآورده بشه. عمر هم خوشحال پیامبر رو بغل کشید، بوسید، یا رسول الله قربونت برم الهی، همه باید مثل شما میدونستن، درک میکردن. و عمر این پهلوان پیرمرد یه پا گفت که قسم به خدا یا رسول الله، من میخوام که با همین پای لنگم تو بهش را برم، میخوام با این پای لنگ تو بهشت باشم. و اومد خونه، از همسرش خداحافظی کرد، اشک ریخت و گفت که این دیدار آخر ماست و دعا کرد که بار الها من شهادت رو میخوام، دوباره منو خواهش میکنم منو بر نگردون به این خونه، بار الها من نمیخوام دوباره وارد این خونه بشم، میخوام مستقیم برم به بهشت، بر من فضل و منت بگذار و شهادت رو به من ارزانی دار.
پیرمرد رفت در غزوه احد، وقتی که در مسلمان ها به مرحله اول جنگ رو پیروز شدن، مرحله دوم یک عقب نشینی بسیار خطرناکی صورت گرفت. وقتی که امر میدید که بعضی ها دارن فرار میکنن، تعجب کرده بود، حیرت ورش داشته بود، مگه ما نیومدیم که بریم بهشت؟ پس کجا میدوید میرید خونهتون؟ و با پسرش خلاد تازید به قلب دشمن و در یک آن امر شهید شد و در پی اون پسرش خلاد هم جام شهادت رو سر کشید. بعد از پایان یافتن جنگ، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شهیدان رو مرور می کردن. عمر ابن جموح پیرمرد 60 ساله لنگ رو دیدن و دستور دادن ایشون با عبدالله ابن عمر که دوست جونجونیش بود، اینا هر دوتا در یک قبر دفن بشن و دستور دادن که خوناشون رو پاک نکنید، بذارید اینا به همین صورت در قیامت بلند میشن و کسی که در راه خدا زخمی شده روز قیامت میاد خونش میریزه، رنگش رنگ زعفران هست و بویش بوی عطر و گلاب و مسک. و این چنین بود که این مرد با یک مثالی که واسه من و شما گذاشت از این دنیا جان داد، رفت و به ما گفت که تنبلی بسه، به ما گفت که نامردی بسه، به ما گفت که این دین دین همته، دین شجاعته، کوچیک و بزرگ نداره، همه باید در راه به ثمر رساندن دعوت توحید همه باید گام بزنن. دیگه بهانه اینی که من مریضم، من مشکل دارم، من خداوند منو معذور دونسته. بله خداوند تو رو معذور دونسته، اما همت، همت مردانگیت باید نذاره که تو از دیگران کم بیاری و در بهشت جات از دیگران پایین تر باشه. آیا خوشت میاد که در بهشت جات پایین باشه و بگی که من معذور بودم؟ یا میخوایی که با همین معذوریتت در بهشت برین با پیامبران و با صالحان و با شهیدان در یک جا باشی؟ بله عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنک و عن همه، خداوند از تو و از همه یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از همه جانفشانان و مؤمنان و مجاهدان خوشنود و راضی باد و ما به تو قول میدیم که مثل تو جانفشانی کنیم در راه خدا.